با سلام و احترام خدمت دوستان عزیز و ارجمند، زینب یوسفی هستم از ایران، خالق مجموعه شعر تشبرک. بسیار ممنون و متشکرم از خدمات خارجی رادیو تلویزیون پاکستان و همچنین جناب سعید الله خان که محبت کرده و از این جانب دعوت نمودن تا لحظاتی رو در خدمت شما عزیزان باشم. لازم به ذکر عرض کنم خدمتون که قبلا اشعار این جانب در کشور پاکستان توسط جناب دکتر شعیب احمد در کتاب قوس و غزل به زبان اردو ترجمه و منتشر گردیده. اینک شما رو به صرف چند شعر از کتاب تشبرک دعوت میکنم. شعر اول: رقاص نبودم، پنجره رسواگر آشفتگیم شد. شعر دوم: روزها حرفهای ناگفته ای دارند، چرخها را گل بگیر، جهان جایی برای جنگ نیست. ما خواستیم درخت باشیم تا خیابان از درخت نگذرد. درخت ها برای ماندن ایستاده اند. جنگل را نفس بکش، آن سوی جنگل تبرینش می شود. این سوی جنگل درختی، روزها حرف های ناگفته ای دارند. ایمان دارم خورشید به صبح می رسد، خوشی به صلح میرسد. من از عبور پیراهنت به سینه صبح میرسم. شعر سوم: ساعت ما عقربه نداشت و بستر ما خیس از بوسه هایی که از تار تار موهام تا بند پام می چکید. ساعت ما پر بود از سلول هایی که در هم می تنید، پر بود از شریان رگ هایی که به یک نقطه می رسید و خدا می خندید. فلسفه هیچ منطقی نداشت و عقل فیثاغورس به درک مسئله نمی رسید. ای خود خودم با تو هم، نگران فردا نباش، بگذار تا در این میدان بچرخیم و برقصیم. خوشی برای فردا می رقصد. و شعر چهارم: کودتای چشمانت که میخندند، گونه هر صلیبی سرخ میشود. اصلا چه معنی دارد که من حرف بزنم، مگر نه زبان هر گنجشک را میبرند و میگذارند لای برگ، و برگ از برگ میشود و برگ آویز می شود و برگ پاییز می شود. اصلا قانون جاذبه از همین جا جذب شد. دروغ گفتند زیر سر پاییز است. باید زیر هر برگ درخت جای پای خدا را دنبال کنم. به کجا می رود؟ دلداده کدام برگ است؟ اصلا چه معنی دارد که من حرف بزنم؟ ما که معنای عشق را نگرفتیم، کوپنمان تمام شد و بی آذوقه روز را به شب، شب را به جهنم بردیم. عالی جناب، تصدقتان گردم، دیوانگان را به محکمه راهی هست؟ متشکرم. زینب یوسفی بوشهر.